سلام شنوندگان عزیز به این مجموعه خبری خوش آمدید آصفالی علی زرداری رئیس جمهور سابق پاکستان پس از اینکه در یک محکمه زد فساد اداری حضور یافت از سوی حامیان خود استقبال شد او به این محکمه رفت تا به ارتباط ادعای فساد اداری در سالهای 1990 پاسخ گوید زرداری که پیپلز پارتی یا حزب مردم پاکستان را رهبری می کند هنوز رسما متهم نشده است او هنگام دوره پنج ساله ریاست جمهوری خود از پیگرد قانونی مسئول بود ولی اکنون به ارتباط ادعای اختلاس قبل از ریاست جمهوری باری دیگر از وی تحقیق می شود صدها تظاهرکننده کننده روز چهارشنبه گذشته پیش روی یک محکمه در شهر کیف پایتخت اوکراین جمع شده خواستار رهایی یاروسلاو پروتلینکو شدند نامبرده به خاطر اشتراک در تظاهرات جاری در این کشور که برای طرفداری از اتحادیه اروپا ادامه دارد، بازداشت شده است. محکمه گفته بود که پروتولینکو را رها نمی سازد چون قانون عدم محاکمه و یا مجازات تظاهر کنندگان مبهم می باشد. پس از اینکه چندین نفر از تظاهر کنندگان به اساس عفو رئیس جمهور رها شدند، پروتولینکو هنوز هم در بازداشت بسر می برد. یک محکمه شهر یکاترینبرگ روسیه یک خبرنگار به نام اکسانا پانووا را به دو سال حبس تعلیقی محکوم کرد و فیصله نمود که برای دو سال در رسانه ها کار نکند. خانم پانووا مدیر مسئول سابق آژانس خبررسانی او را دات آریو متهم شد که مردم را با نشر کردن اتهامات بی اساس تهدید و باجستانی ستانی می کرد. ولی خانم پانووا می گوید او به خاطر انتقاد علنی از مقامات محلی متهم شد. در شهر مینسک پایتخت بلاروس علیه نمایندگان یک کلینیک خصوصی به محکمه عرض شد پس از اینکه یک زن 23 ساله پس از عملیات جراحی زیبا ساختن بینی در این کلینیک درگذشت سه کارمند آن به غفلت مجرمانه متهم شدند. بینندگان عزیز این بود مهمترین اخبار منطقه و جهان از همراهیتان تشکر میکنم آدرس ما را در اینترنت فراموش نکنید www.azadiradio.org یا azadiradio.com اخبار ما را در فیسبوک و تویتر هم دریافت کرده می توانید.